تصاویر تظاهرات امروز در صنعا که توسط تلویزیونی پخش شده که در کنترل شبه نظامیان یعنی حوثی است چهارشنبه شب و سهرگاه پنجشنبه جنگنده بمب افکنهای عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به همراه نیروهای اردن و سودان فرودگاهی در صنعا را بمباران کردند که با خانه ها و مغازه های اطراف نیز صدمه وارد شد حسی ها نیز در تظاهرات امروز در صنعا خواستار مسلح کردن داوطلبان شدند تجهز ويدعوكم خواستار جهادیم. باید از کمیته امنیتی خواست تا پخش اسلحه مقدمات گسیل افراد به جبهه های نبرد و فراهم کنه سودان نیز که به دلیل تنشهای مرزی با سودان جنوبی و به ویژه به خاطر سرکوب بومیان منطقه دارفور در غرب سودان به حاشیه جامعه الملل کشانده شده، تلاش می‌کند تا با مشارکت در عملیات نظامی علیه یمن خود را از انزوا برهاند. ثبات پادشاهی عربستان سعودی به معنی آرامش و ثبات در تمام منطقه است سودان هم بنا به درخواست مردم این کشور و با هماهنگی سایر برادران عرب انتقال ادوات و تجهیزات نظامی به عربستان را آغاز خواهد کرد و انشالله دوش به دوش سعودی ها با ناآرامی در یمن مقابله می کند عبدال الجبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا می گوید تا آنجایی که در تاریخ خوانده هیچ گروه شبه نظامی دسترسی به فرودگاه استراتژیک و نیروی هوایی نداشته است وزیر خارجه ی حکومت قانونی یمن نیز با اشاره به اخبار موثق مربوط به دست داشتن حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن در ناآرامی‌های اخیر و روابط نزدیک تهران با حوثی ها عربستان سعودی به درستی از تبدیل یمن به سرپل دیگری برای نیروهای ایرانی نگران است. نه تنها حوسی ها ایران و علی عبدالله صالح دشمن یمن هستند بلکه زمان هم به نفع مردم یمن نیست. دخالت سری ممکن است بتواند یمن را از جنگ داخلی نجات دهد. در غیر این صورت یمن به پایگاه ایران تبدیل می شود و تهران هم می تواند تنگه استراتژیک که بابل را که اقیانوس هند را به دریای سرخ متصل می کند مهار کنند وزرای امور خارجه کشورهای عرب روز پنجشنبه در اجلاسی استراری در شرم و شیخ در مصر شرکت کردند و جانکری وزیر امور خارجه آمریکا نیز از طریق ارتباط ویدیویی با آنها گفتگو و از عملیات نظامی آن کشورها در یمن دفاع کرد. وزارت امور خارجه آمریکا طی صدور بیانیه ای اعلام کرد ایالات متحده از عملیات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی می کند اما عملا در اقدام نظامی علیه یمن شرکت نخواهد کرد سیران شرفی صدای آمریکا